وقتی آبان 92 1392 خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی منتشر کرد از میزان ثروتی که خامنه ای روش خوابیده، خیلی براشفتن که این درست نیست. خامنه ای علیوار زندگی میکنه، یه تخت پوست داره و نون و خورما میخوره و به شیوه امیر المومنین علی علیه السلام و خونش محقر است و ساده. هم رسانه های جمهوری اسلامی گفتن، هم آکادمیسیان های اتو کشیده رسانه های خارج از کشور که میخوان خیلی به اصطلاح علمی قضایا رو ببینن و سیاست در نگاهشون هیچ دخالتی نداشته باشه و از این حرفا. میدونین دیگه چه بود گزارش تحقیقی رویترز؟ علی خامنه ای به امپراتور 96 میلیارد دلاری تبدیل شده و از طریق ستاد اجرایی فرمان امام بخش اعظم اقتصاد کشور رو کنترل میکنه. درآمد هیچ کدوم از شرکت‌های نفت و بیمه و معدن و بانک و ملک و هیچی این ستاد قابل دسترسی نیست، بجز این که در دسترس خود رهبر معظم باشه. خب یه همچین امپراتوری مالی اگر ملک تلق خامنه‌ای نیست، ملک مطلق خامنه‌ای نیست، پس چیست؟ وقتی هیچ کس جز خامنه‌ای نمیتونه در دخل و خرجش دخالت داشته باشه، وقتی هیچ کس نمیتونه هیچ حسابرسی ازش بکنه چون متعلق به شخص خامنه ایست، و هر قراردادی که بسته میشه در این ستاد و هر درآمد میلیاردی که این ستاد داره همش زیر نظر خامنه ای خرج میشه، این اگه ثروت شخصی نیست پس چیه؟ میگیم طرف پولش از پارو بالا میره، دو تا کارخونه داره، 10-12 هکتار زمین داره، یه برج داره تو فلانجی، یه ویلا داره، نمیدونی چه ثروتی داره. خب حالا این یارویی که ما داریم صحبت میکنیم چی داره؟ گروه بذاری من یه اشاره بکنم، گروه توسعه انرژی تدبیر سهامدار 80% تا 100% انبوهی شرکت از جمله شرکت نفت پار، شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، شرکت توسعه عفاری تدبیر، شرکت مهندسی ری نیرو، شرکت تولید نیروی برق آبادان، شرکت شیمیایی مدبران شیمی و و و و اینا همه مال یه هلدینگه، یه هولدینگ دیگه. گسترش الکترونیک مبین ایران توش ایناست. شرکت مهر اقتصاد مبین، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول، شرکت توسعه مخابراتی آریاسل، شرکت گسترش ارتباطات تالیا و و و و و و هولدینگ نواندیشان کشت و صنعت تدبیر، شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر، هولدینگ دارویی برکت از شهرک صنعتی دارویی برکت گرفته تا شفا سرمد و تولید دارو و KBC که قول واردات دارو به ایرانه، و انبوهی شرکت تولید و پخش داروی دیگه که اغلب مصادره این. بعد گروه توسعه ساختمان تدبیر که خودش یه مؤسسه عظیم ساخت و سازه با کلی شرکت زیر مجموعه داخل ایران و خارج از ایران. ستاد اجرایی فرمان امام مصداق هیچ یک از شقوق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد. یعنی چی؟ یعنی سازمان بازرسی کل کشور حق بازرسی این امپراتوری مالی رو نداره. طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/5/94 مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی و آیت الله خامنه ای از پرداخت مالیات مستقیم معافند. یعنی معلم و کاسب جزء بدبخت باید مالیات بده، ولی صاحب این امپراتوری مالی نباید مالیات بده. مالیات مردم هم مال اونه. ببینید سندی رو عرض کردم که امشب میخوایم ببینید که نشون میده منابع مالی قراردادهایی که تو صنعت نفت و گاز ایران بسته میشه از کجا تأمین میشه و به کجا میره. این صورت جلسه بررسی منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی با مهر فوری محرمانه به امضای احمد قلعه‌بانی
مدیر عامل شرکت ملی نفت به رستم قاسمی وزیر وقت نفت در دولت احمدی نژاد. من نمیخوام باز برگردم به دوره احمدی نژاد. این سند برای روشن شدن چند موضوع اهمیت کلیدی داره. به این دلیل که این سند رو آوردیم، یکی اینکه این اولین سندی است که نشون میده نفت ایران از راه‌های قاچاق فروخته میشه توسط سپاه و نیروی انتظامی و دیگران. دو، این سند اجازه میده به زیر مجموعه های شرکت نفت مثل نیکو که نفت بفروشن، در حالی که طبق قانون آقایون تنها مرجع حقوقی و قانونی برای هر قرارداد با هر شرکت خارجی فقط معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفته. اینا اومدن یه ستاد ویژه اقتصادی درست کردن اون موقعی که مستقیم زیر نظر رهبر باشه و به هر کی بخوان ثروت مملکت رو بدن و او بفروشه. مثلا یه اهمیت دیگری که داره این سند که ببینید این معاونت امور بین الملل و بازرگانیه و الان دکتر امیر حسین زمانی نیا رئیسشه که هر قراردادی با هر شرکت خارجی در مورد نفت و گاز میعانات گازی بسته بشه باید زیر نظر این قانونن باید زیر نظر این بخش بین الملل و بازرگانی وزارت نفت باشه. خب منتها همه اینا کشکه، حالا تو آخر برنامه خواهید دید همه اینا کشکه، هر قانون مجلس فلان بهمان همه اینا کشکه، همه اینا کارگزارن فقط حقوق بگیرن. یک نفر فقط تصمیم میگیره و یک نفر حکومت میکنه و یک نفر خرج میکنه، تمام هزینه زندگی مردم در دست اوست. گفتم اهمیت دیگری که داره سند مهمتر از همه این است که خرج تأسیسات نفت و گاز ایران با مجوز رهبر معظم از صندوق توسعه ملی برداشته میشه، بدون اینکه رهبر معظم همچین حقی داشته باشه که به اون صندوق دست بزنه طبق قانون خودشون و اساسنامه صندوق توسعه ملی. و اهمیت دیگر این سند اینه که دولت روحانی علارغم همه جیغ و دادش از دست دولت احمدی نژاد و پولای گم شده و دزدی‌های کلان هیچ کاری به همون دزدا نداره که هیچ بعضیاشون رو تو دستگاه خودش به کار گرفته. علت چم اینه که عرض کردم سابکار مقام معظم رهبری است، این دولت و اون دولت فقط پیمانکار رهبر معظمه. همه اینا رو توضیح میدم، حالا اجازه بدیم که بریم سراغ صورت جلسه بررسی منابع مالی پارس جنوبی. در پاراگراف اول این سند هدف از برگزاری جلسه و طرح موضوع، یک، بررسی آخرین وضعیت پرداخت‌های صورت گرفته به پیمانکاران اصلی طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی از محل منابع مهرماندگار پرانتز سپرده‌گذاری بانک مرکزی مرحله چهارم در شرکت نیکو صندوق توسعه ملی پرانتز مجوز مقام معظم رهبری و صندوق انرژی یعنی بانک ملت. ببینیم بانک ملت که یکی از سه بانک تجاری ایران بود که به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی و پولشویی اواخر دوره اول احمدی نژاد یعنی سال 1387 تحریم شد، بعد با برجام این تحریم‌های بانکی به ویژه در اروپا شکسته شد. بانک ملت نزدیکترین بانک همراه احمدی نژاد بود در همه تاراجی که صورت گرفته. بعد این صندوق توسعه ملی مجوز مقام معظم رهبری که میگم هیچ ربطی طبق قانون خودشون نباید به رهبر معظم داشته باشه که بخواد مجوز بده، صندوق توسعه ملی یا همون صندوق ذخیره ارزی به اصطلاح از مازاد فروش نفت پر میشه به دو هدف اساساً. یکی کمک به مردم برای گسترش بخش خصوصی، بودجه داشته باشه دولت برای گسترش تولید و بخش خصوصی. یکی کسب و یعنی چی؟ یعنی اینکه کسب و کار مردم گسترش پیدا بکنه و یکی دیگه اینکه این کسب و کار انتقال پیدا کنه به نسل‌های بعدی.
یعنی به طور مشخص برای حفظ سرمایه های حاصل از فروش ثروت ملی کشور برای نسل‌های آینده. اینا مشخصاً در اساسنامه صندوق توسعه اومده. خب هیچ وقت معلوم نشد چقدر پول توشه. یه همچین صندوق به این مهمی مملکت رو ببینید. احمد توکلی نماینده مجلس میگفت احمدی نژاد صندوق رو جارو کرد وقتی که رفت، میگه موجودیش 15 میلیارد دلاره. خود رئیس صندوق توسعه ملی میگه 42 میلیارد دلار موجودیش. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگه بیش از 54 میلیارد دلاره دارایی صندوق توسعه ملی. در هیچ جای اساسنامه و ملحقاتش هیچی درباره اینکه فردی غیر از هیئت امنا و هیئت عامل در صندوق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشن وجود نداره. هیئت امنا هم تشکیل شده در رئیس جمهور و یه عده از وزراش و دادستان کل کشور. هیئت عامل صندوق و هیئت ناظر هم همه زیر نظر دولت و بانک مرکزی هستند. دولت هم همینطوری نمیتونه از صندوق توسعه برداشت کنه، مگر اینکه در موارد اضطراری باشه و مشخصا مجلس شورای اسلامی بهش اجازه بده به اون مورد مشخص. اینا چیزایی نوشته شده است، اما عرض کردم اینا همه کشکه، پیشوا این چیزا حالیش نیست. همین اواخر بهمن 96 بود که اعلام شد مقام معظم رهبری اجازه دادند که 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشته بشه واسه اهداف نظامی. پول مردم دیگه. حالا برگردیم به صورت جلسه بررسی منابع مالی طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، پرداخت‌ها به پیمانکاران. بند 3 این سند: حسب شرایط موجود مشخص کردن منابع و محل تخصیص اعتبارات مزبور به ذینفعان مربوطه و امکان پیگیری بسیار مهم می باشد. در این خصوص بر اساس اعلام شرکت نیکو فقط امکان پرداخت از طریق شرکت اینوک امارات و کونلون چین در حال حاضر وجود دارد که در مورد شرکت اینوک معرفی شرکت مورد تایید آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین با توجه به پتانسیل پیمانکاران طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی این موضوع باید بررسی شود. خب ببینید، صحبت این است که ما پول پیمانکارا رو که می‌خوایم بدیم در خارج از ایران، پیمانکارایی که در پارس جنوبی کار می‌کنن که بهتون خواهم گفت که این پیمانکارا کیا هستن، این پولو خب چون تحریم و اینا ما نمیتونیم مستقیم واریز کنیم به حسابشون. باید چیکار کنیم؟ اینو از دو امکان، شرکت اینوک امارات و کونلون چین باید بدیم. خب داستان این شرکت اینوک امارات چیه که با ادنوک ابوظبی اشتباه نشه، اون شرکت ملی نفت ابوظبی. زمان احمدی نژاد نفتی که به امارات فروخته شد، طرف حساب ایران این شرکت اینوک بود. 5.4 میلیارد دلار نفت خرید، بعد به دلیل تحریم ها گفت نمیتونم پول بهتون برسونم. وقتی تحریم های بانکی برداشته شد بعد از برنام، فقط یه خبر اومد. حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بهمن 92 در وبسایت شخصیش نوشت این پول به ایران برگشت. همین. و سایت وزارت نفت هم همین رو منتشر کرد. هیچ جای دیگه هم همچین چیزی در نشد و اعلام نشد. 5.4 میلیارد دلاره. آبان 92 آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره این ماجرا گفتند وزارت نفت در سالهای قبل از روی کار آمدن دولت 11 یا دولت روحانی مقداری میعانات گازی را به شرکتی دولتی در امارات فروخته بود، یعنی همین اینوک.
که این پول به دلیل تحریم بلوکه شد اما از بین نرفت. وزیر نفت با بیان اینکه این پول همانند پول‌های بلوکه شده در ژاپن یا هند است تأکید کرد این پول در جای امن نیست و هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند. کجا بوده این پول که هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند؟ تو حساب آقای ناصر محمد سیدی. آقای ناصر محمد سیدی بچه خوی هستند، استان آذربایجان غربی، بسیار فعال در حوزه نفت و قاچاق. تو همون بروبیای بابک زنجانی سیدی هم از طرف سپاه نفت کوره به عراق صادر میکرد. این آقای عمامه ای امام جمعه خوی بودن. معرف محمد سیدی کی بود؟ محمد سیدی در ضمن یک صرافی داره در تهران به اسم صرافی گارانتی. معرفش به این سیستم باند در واقع قاچاق نفت و پولشویی و اینها یه دولت و در پیوند با پول بلوکه شده در امارات آقای مسعود ظریف‌آفان بود، معاون احمدی نژاد. 5,400,000,000 تو حساب آقای ناصر محمد سیدی در امارات بوده، یعنی در توافق با ایران این پول میره تو حساب آقای ناصر محمد سیدی. نمیدونم الان واقعا این پول کجاست، نمیدونیم ها، ولی میدونم که دست کم 2 سال آقای محمد سیدی با این 5,000,000,000 کار کرده. یه دوتا مدرسه و نمیدونم بنیاد اطرت و اینجور چیزا تو خوی راه انداخته، بنیاد خیریه. همه جام دعای امام جمعه خوی مثل سایه دنبالشه. چرا دولت روحانی با این آقای سیدی هیچ وقت مشکلی که نداشت هیچ، میگفت پولا جای امنیه؟ و چرا زنگنه یا جهانگیری که مثلا بیش از بقیه دنبال پولای دزدی بودن یک بار حتی اسمی از نون میم سین، اسمی از ناصر محمد سیدی نیاوردن؟ هیچ وقت. برای اینکه سیدی از یه طرف با مسعود ظریف‌آفان نزدیک بود به واسطه کارش تو بنیاد شهید که ظریف‌آفان رئیسش بود و از طرف دیگه به حمید گلسفید نزدیک بود. حمید پور محمدی گلسفید قائم مقام بانک مرکزی بود تو دولت احمدی نژاد که ماجرای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد و حمید گلسفید هم افتاد زندان، بعد با قرار وثیقه آزاد شد. الان ایشون معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هستن، یعنی معاون محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت تدبیر و امید. حمید گلسفید دوره‌ای که ظریف‌آفان رئیس بنیاد شهید بود در دولت احمدی نژاد رئیس شرکت شاهد بود، از مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید. نماینده شرکت شاهد یعنی همین گلسفید، نماینده همین گلسفید در امارات ناصر محمد سیدی بود که تو تهران هم گفتم یه صرافی داشت و داره به اسم صرافی گارانتی تو خیابون ایران شهر. کلی شرکت داره آقای سیدی، از جمله زرین تجارت پرشیا که از جمله شرکت‌های پوششی است برای جابجا کردن پول. امیدوارم معلوم شده باشه که چرا ناصر محمد سیدی رو ظریف‌آفان و گلسفید معرفیش میکنم و چرا 5,400,000,000 چند سال تو حسابش تو دبی بوده و باش کار کرده و کجا رفته؟ همون پول، هم سود اون پول، کارایی که باش کردن کجا، چی شده؟ چرا دولت روحانی هیچ اسمی از این سیدی که معرفش معاون سخنگوی دولت روحانی است نمیاره؟ ولی بابای بابک زنجانی رو درآورده. اساساً ما تو کشور قانون داریم دیگه. هر نوع درآمد دولت باید بره تو خزانه، بعد با یه سازوکاری هزینه بشه. این یعنی چی که ما مثلا نفت بدیم به یه عده برن مشکلشون رو حل؟ اصلا ما داشتیم نبوده، نه فروختن نفت بهشون دادن که برن، بخشش اینه، همه مطلب این نیست، بخشش این بوده که نفت دادن که برن بفروشن، پولشو بدن پولشو ندادن. آخه جاهای دیگه هم نفت بردن فروختن. نه حالا اون بحث دیگه است، ولی این موضوع آقای بابک زنجانی بوده که نفت دادن بفروشه، بخشش هم پولای دیگه دادن، بخشش هم همش هم نیست، بخشش هم پولای دیگه دادن. یعنی چی از پولای دیگه؟ پولایی که
بوده در وام هایی که به وزارت شرکت نفت داده بودن برای اجرای طرحش، بخشش رو از اون پول دادن که بده به پیمانکاران، این پول رو باز خورده. خب خودش رو میدادن به پیمانکاران، چرا به اون دادن؟ مثلا یه بانک بی اعتبار این درست کرده بوده. این داستان خیلی داستانه سوال برانگیزیه. چیه خورده توضیح بدیم برای مردم؟ بذارین قبل از اینکه ایشون توضیح بدن یه خورده برای مردم، من یه توضیح بدم. این مصاحبه رو ما بارها پخش کردیم چون به نظرم اهمیت کلیدی داره در شناخت مافیای نفت و نظام امنیتی جمهوری اسلامی. آقای حیدری خبرنگار درست میگه اول که میگه قانون داریم دیگه، هر نوع درآمد دولت باید بره تو خزانه بعد با یه سازوکاری هزینه بشه، ولی در واقعیت مطلقا اینطور نیست، به ویژه در مورد درآمد نفت، یعنی درآمد عمده کشور که از فروش ثروت ملی کشور یعنی متعلق به مردم به دست میاد. در مورد صندوق توسعه دیدیم که همین رواله، آقا دستور میده میلیاردها دلار هر وقت بخواد برداشته میشه. حالا برمیگردم به این موضوع. آقای زنگنه در جواب آقای حیدری که میگه افسون بر بابک زنجانی به جاهای دیگه هم دادن نفت فروختن، میگه حالا اون بحث دیگه ایه. کدوم بحث دیگه ایه؟ بحث کیه که نمی کنین؟ بحث نیروی انتظامی سردار احمدی با قدمه که دو محمول نفت خام، این چیزی که خودشون میگن دو محمول نفت خام، به ارزش 185 میلیون دلار گرفت بفروشه، پولشو بده به خزانه، هنوز که هنوز یک قرون نداده میگه نفت و نفروختن. شما یه دنبال کنین هر جا، از هر کی بپرسین، هر رسانه خودشونو دنبال کنین، میگن نیروی انتظامی نتونست نفتو بفروشه. خب چی شد؟ دو محمول تو زیر زمین احمدی مقدمه، تو زیر زمین فرمانده فعلی نیرو انتظامیه، یا بحث ناصر محمد سیدیه آقای زنگنه، خیر بزرگ خوی که تو ویلاهای میلیاردیش تو دبی تهران لم داده از برکات وجود حمید گلسفید در دو دولت احمدی نژاد روحانی و با صدق سری حجت الاسلام شکوری نماینده رهبر معظم که هر وقت سیدی میره خوی سایه به سایه همراهشه. حالا توضیح آقای زنگنه رو بشنویم درباره بابک زنجانی. آقای آمده بوده یه بانکی درست کرده، شاید مثلا تمام چیزش 500 هزار دلار نبوده. خب بیش از 2 میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان که این پول بپیم کرده. اینم امروز گرفته فردا گفته پول. ما ازشون تو همین برنامه پرسیدیم، گفتن ما اصلا اینو نمی‌شناسیم. همونایی که امضا کردن. میگم هستن، امضاشون هست. بله. که امضا کردن که ما بدید به این بانک FIIB پول بده. این بانک هم اصلا منش چی هست؟ یه بانکی در تاجیکستان رفتن، اون آمده تو مالزی دوباره یه بانک دیگه درست کرده. بعد عرض کنم حضور شما این بانکی که هیچ اعتبار نداشته، به چه حسابی این ریسک بزرگو کردید؟ همین میشه دیگه. ببینین، من کاری به حقوق بازی های بابک زنجانی یا هر آدم تازه به دورون رسیده ای که در همکاری با مافیای قدرت مشخصا در جمهوری اسلامی ایران میلیاردر شده ندارم. فقط میخوام بگم که طبق سندی که امشب میبینین، بابک زنجانی فقط یک کارگزار حکومتی بوده که حالا شده برگ سوخته قربانی تا بقیه اسمی ازشون نیاد. زنگنه شنیدین دیگه، گفت بانک FIIB و بانک‌های دیگه ای که زنجانی درست کرده واسه دور زدن تحریم‌ها اصلا رو کاغذ بوده، همش حق بازی بود. خب ببینید، این صورت جلسه میگه اینقدر پول، یعنی پولو بزنیم دقیقا براتون میگم، با توجه این همون صورت جلسه، من باید یادآوری کنم، بررسی منابع مالی، یعنی از کجا ما پول میدیم به پیمانکارهای طرح‌های توسعه میدان قاضی پارس جنوبی. خب میگه پرداخت‌های مرتبط با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18 20 و 21 از محل منابع در اختیار شرکت نیکو و صندوق انرژی و صندوق توسعه ملی مجوز مقام معظم رهبری. با توجه به گزارش شرکت نیکو، تا کنون مبلغ 150 میلیون دلار به حساب طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18 به شرکت OIC همون شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC 150 میلیون دلار به حساب این
از طریق بانک FIIB پرداخت شده است که پیمانکار مربوطه اعلام کرد مبلغ 30 میلیون دلار را به صورت قطعی دریافت کرده و در خصوص الباقی به میزان 120 میلیون دلار مقرر شد تا جلسه بعدی موضوع برداشت قطعی توسط اویک بررسی و تعیین تکلیف شود. خب پایین تر در همین سند در خصوص الباقی 200 میلیون دلار فاز مربوطه مقرر گردید که مبلغ 30 میلیون دلار در قالب شرح مندرج در فرم‌های سه امضایی از طریق بانک FIIB برای پیمانکار مزبور کارسازی مالی صورت گیرد و اعتبارات صفحه بعدی سند اعتبارات تخصیصی به شرکت ایدرو از منابع مهرماندگار تخصیصی به طرح‌های توسعه میدان گاز پارس جنوبی فازهای 17 و 18 و فاز 14 تأمین می‌شود که میزان 150 میلیون دلار مرتبط با فازهای 17 و 18 است. بر اساس گزارش شرکت نیکو این مبلغ در بانک کنت تأمین شده است. بانک کنت باز مال بابک زنجانی است. این مبلغ یعنی 150 میلیون دلار در بانک کنت تأمین شده است که به علت عدم امکان برداشت این مبلغ توسط پیمانکار دستور پرداخت آن از طریق بانک FIIB در حال پیگیری است. و باز صفحه بعد در مورد فاز 13 مطابق با گزارش ارائه شده تا کنون 1048 میلیون دلار یعنی 1 میلیارد و 48 میلیون دلار پرداخت به حساب معرفی شده توسط پیمانکار در بانک‌های FIIB و کسب یعنی کسب مال پاکستان شرکت اینوک مال امارات و SCTB و سرمایه لاوس صورت گرفته است که علاوه بر این مبلغ 48 میلیون دلار دیگر فلان کارسازی شده است. خب اینجا هم میگه پرداخت به حساب معرفی شده توسط پیمانکار در بانک‌های FIIB و 3-4 تا بانک دیگه چقدر 1048 میلیون دلار 1 میلیارد 48 میلیون دلار پرداخت شده. این صورت جلسه میگه اینقدر پول از طریق بانک‌هایی که بابک زنجانی درست کرده پرداخت شده. خب ببینید درست قبل از صدور حکم اعدام بابک زنجانی در آذر 95 جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت هیچ پولی از بدهی‌های بابک زنجانی واریز نشده که بعد از صدور حکم اعدام گفتن 1/5 بدهی‌هاشو داده ولی بقیه‌اشو نداده، همون بدهی‌هایی که زنگنه گفت 2 میلیارد و 800 میلیون یورو یعنی کل پولی که از فروش نفت باید بابک زنجانی می‌داده. ما منتظر صدور حکم هستیم. به وزارت نفت هم با توجه به کاراتی که متهم به ما داده در اوایل دستگیری اجازه فروش اموالش دادیم، اما اموالش تکافو نمیکنه و امیدواریم که در حکمی که صادر میشه راهکارهایی برای جبران الباقی اموال پیش بینی میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم و پیگیری کردیم تا حالا پولی واریز نشده. کجا رفته این پول که میگین هیچی واریز نشده؟ 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول بیت المال بود، یعنی یه چیزی حدود 10000 میلیارد تومان با 13 بیش از 8000 میلیارد تومان پول. چی یعنی چی پولا رو بردید؟ هیچ جوری قابل ردیابی نیست این پول. آقای من چرا قابل ردیابی؟ ایشان که تنها نبوده. آقا مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه مگه میشه؟ خب کیا دستشون تو کاره؟ تو همون دوره‌ای که زنگنه داره دربارش حرف میزنه، شرکت تأسیسات دریایی که از زمان رفسنجانی تا حالا دست وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دست به دست میشه، که دو هفته پیش برنامه داشتیم گفتم اینا رو، حجم پروژه‌هاش شرکت تأسیسات دریایی، حجم پروژه‌هاش بر اساس نامه علی طاهری مطلق مدیر عامل سابق تأسیسات دریایی به بیژن زنگنه از 2.5 میلیارد دلار به بیش از 9 میلیارد دلار رسید. و چقدر حیف و میل شدیم وسط؟ فقط یه قلمش رو عرض کنم خدمتتون، 60 میلیون دلار دکل پرل. تو
توی همین نامه اومده. بذارین من در این فرصت خوشبختانه اندکی داریم، من عیناً براتون بگم که میگم حیف و مل شدن این نامه را اگر ما یه بار دیگه نشون بدیم، من از صفحه 3 نامه بله درباره این دکل میگوید که این دکل ما 60 میلیون دلار دادیم برای این دکل، در حالی که این دکل 5 میلیون دلار بیشتر نمیارزه و یک روز هم استفاده نشده و در شارجه فقط داره نگهداری میشه و ما همچنان داریم پول اجاره شو میدیم. بله، این فقط یک قلم از حیف و مل شدن. 60 میلیون دلار رفته، یعنی 45 میلیون دلار دادن پول دکل پرل، مثلا دکل قرازه در بوداغون که 5 میلیون دلار هم نمیارزیده که بعدا باید اسقاط میشده، و بعد تا زمان که این نامه نوشته شده، یعنی تا دو سال یه سال نیم پیش نامه به بابک زنجانی به بیژن نامدار زنگره نوشته شده، 60 میلیون دلار تا سقف 60 میلیون دلار اینا اجاره جایی که این دکله تو شارجه نگهداری میشه دارن میدن همینجوری، یک روزم ازش استفاده نشده. خب این فرمایل سرمایه مردم بدبخت به اجازه کی انجام میشه؟ یه نامه مدیر عامل وقت تاسیسات دریایی همون طاهری مطلق به مصلحی وزیر اطلاعات محبوب رهبر و از کمکش قدردانی میکنه. وزیر اطلاعات آقای مصلحی و معاون وقت بخش انرژی وزارت اطلاعات آقای قاسم محمودی که قاف میم مینویسن توی بعضی مینوشتن بعضی جاها، مدیر بخش انرژی وزارت اطلاعات، مدیر اون موقع قاسم محمودی که بعدا قاسم محمودی از بخش انرژی منتقل میشه به بخش پولی و بانکی وزارت اطلاعات، و تو دعوا با تیم مهراب در اطلاعات سپاه گفتن به علت فساد و رشوه‌خواری بازخرید شده. باری حالا چرا اینا مهمه گفتنش؟ چون وزیر اطلاعات و رهبر معظم تعیین میکنه و هفته حداقل دو گزارش منظم از وزیر اطلاعات شخص پیشوا مستقیم دریافت میکنه، یعنی مجوز وزیر اطلاعات و معاون انرژی وزارت اطلاعات، یعنی مجوز رهبر، به ویژه که برادر کوچولوی رهبر معظم 20 ساله که مسئول نظارت بر قراردادهای نفت و گاز کشور، سید حسن خامنه ای رئیس بازرسی وزارت نفت. تو تعیین اعضای هیئت دولت 12 دیگه علنی شد که 4 تا وزیر و رهبر تعیین میکنه مستقیم: وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات و وزیر نفت. بعد حراست وزارت نفت و مدیران ارشد وزارت نفت هم خود رهبر باید تایید کنه. داداش کوچیکش هم که بازرس وزارت نفته، پولم که خودش از صندوق توسعه ملی برمی‌داره تزریق به شرکت‌های تابع وزارت نفت. یعنی حضور پیشوا در منبع اصلی درآمد کشور حضور 100% است. به همین دلیلی که هیچ کس به اعضای ستادی که دوره احمدی نژاد زیر نظر رهبر تشکیل شد و مملکت رو به تاراج برد کاری نداره. امضای شخص رستم قاسمی وزیر نفتی که جوونیاش تو خارک، این آقای وزیر نفت، یه بار دیگه خواهش می‌کنم نشون بدین عکس این حضرتو. این آقای وزیر نفت، این چهارتا رو، آقای وزیر نفت رستم قاسمی، بله آقای رستم قاسمی تو خارک پنچرگیری داشت، این میشه وزیر نفت تو این مملکت، چون میره تو جنگ سپاه، بعد نمیدونم توی قرارگاه فلان یه مدت میشه فرمانده گردن کلوفته دیگه، این لاتو گردن کلوفته این حکومت. بعد امضاش در کنار امضای وزیر وقت اقتصاد دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست جمهوری، رئیس بانک مرکزی، اینا مستند شده، نسخه اصلی این نامه موجوده. همشون
زیر نظر رهبر مستقیم. بزنیم برگردیم به صورت جلسه بررسی منابع مالی طرح‌های پارس جنوبی. ببینین طبق این سند 5 میلیارد و خورده‌ای 200 میلیون دلار از صندوق توسعه به دستور رهبر برداشته میشه برای پرداختن به پیمانکارا. پیمانکارا کیان؟ من قبل از اینکه بگم پیمانکارا کیان، میخوام دقیقاً خدمتتون عرض بکنم که این 5 میلیاردی که از روی سند براتون بخونم که باز با قطعیت سند رو نشون بدیم بعد نیست و من این 5 میلیارد رو بگم، لااقل پیشانی سند. بله، منبع تأمین، منبع دیگره، تأمین اعتبار و پرداخت صورت وضعیت های شرکت او یک، یعنی همون شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، در فاز 2021 منابع صندوق توسعه ملی مجوز مقام معظم رهبری می باشد که سقف در نظر گرفته شده از کل مجوز مربوطه به میزان 5 میلیارد دلار خواهد بود. داریم میبینین دیگه که 2 میلیارد دلارشو میگن فلان جا مسدود کنیم بذاریم برای فلان کار، 3 میلیارد دلارشو بدیم فلان، که حالا جزئیاتشو بماند. در این فرصت باقی مانده چند دقیقه من یه نکته مهم دیگه ای رو باید براتون بگم. 5 میلیارد دلار. خب ببینیم مهمترین نکته سند رو گذاشتم این آخر برنامه بگم بهتون. این پولا رو تو خارج از کشور دنبال قاچاقچی میگردن و این بانک و اون بانک و اینا بدیم دیگه. ها شرکت های پیمانکار کیان؟ همه شرکت های داخلی هن. یا مال ستاد اجرایی فرمان امام هن، یا مال سپاهن، یا بنیادهای زیر نظر رهبر. طبق جدولایی که دارین میبینین 20 میلیارد دلار به چند شرکت داخلی داده شده برای فقط این یه قلم حسابشو، 20 میلیارد دلار به چند شرکت داخلی داده شده برای پارس جنوبی. چرا پس پرداختا خارجیه؟ چرا تو خارج از کشور دنبال قاچاقچی میگردن و اینا بپردازن؟ تمام فازهای پارس جنوبی که توی سند بررسی منابع مالی طرح‌های پارس جنوبی اومده، همه این فازها شرکت‌های ایرانی پیمانکارشان، گفتم مال سپاه، ستاد اجرایی، بنیادها. تونتون براتون میگم این فازهایی که توی سند اومده و پول بهشون اختصاص داده شده. فازهای 17 و 18 اجرای پروژه فازهای 17 و 18 به کنسرسیوم متشکل از سازمان گسترش و نوسازی ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا واگذار شده که قرار شد طی مدت 52 ماه اجرا شود. خب فازهای 20 و 21 طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران به عنوان پیمانکار اصلی و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران واگذار شده است. حجم قرارداد برای اجرای این مگا پروژه گازی حدود 5 میلیارد دلار برآورد می شود. فاز 14 طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی به کنسرسیوم متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایدرو، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا، شرکت پایبندان و ماشینسازی عراق واگذار شده. میگم اینا مال ستاد اجرایی و این ماشینسازی و اونا مال ستاد اجرایی. خب فاز 13 به کنسرسیومی متشکل از شرکت پتروپایدار ایرانیان، شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا و شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا واگذار و هزینه اجرایی آن 5 میلیارد و 180 میلیون دلار پیش بینی شد. فازهای 15 و 16 طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی به کنسرسیوم متشکل از شرکت های آریا نفت شهاب، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی صف و حفاری داناکیش واگذار شده. فازهای 22، 23 و 24 طرح توسعه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی به شرکت پتروسینا آریا، شرکت صنایع دریایی ایران صدرا واگذار شده. یعنی یکی مال سپاه، یکی مال ستاد اجرایی فرمان رهبر.
پولی که میدن به این پیمانکارا که خودشونن، یعنی پولی که به خودشون میدن، باید بره بیرون ایران تو دست قاچاقچی‌ها بچرخه و تحویل داده بشه. یه نگاه دیگه به این سند بندازین که تأمین مالی طرح‌های پارس جنوبی رو که براتون گفتم بررسی میکنه، همش تعیین مسیرهای خارج از ایران برای پرداخت به پیمانکارها که همین الان که براتون خوندم چی شده این پولا؟ بدیهی است که قرار نبوده تو ایران خرج بشه. 18 میلیارد دلار رفته سوریه، یمن، لبنان، سالانه 5 میلیارد دلار داده شده به حزب الله لبنان. اینا رو بزنین کنار بیش از 100 میلیارد دلاری که دوره اوباما آزاد شد سر برجام و دادن به جمهوری اسلامی که فقط 22 میلیارد دلارش رسید به ایران. بقیه‌اش کجا رفت؟ سخنگوی دولت در گفتگوی اختصاصی با شبکه العالم دارایی‌های آزاد شده ایران را افزون بر 100 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت این دارایی‌ها به طور کلی آزاد شده است و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم. خب بعد چجوری استفاده میکنن از این دارایی مردم ایران؟ یه پنجمشو میارن داخل کشور، میگن آوردیم داخل کشور. به دستور کی بقیه‌شو نمیارن؟ رسماً به دستور رهبر معظم. دولت روحانی اعلام کرد اصلاً 22 میلیارد دلار گرفتیم. کل پولی که آزاد شد 22 میلیارد دلار بود. بعد در کنارش 1 میلیارد و 700 میلیون دلار پول نقد که دولت روحانی با خوشحالی از دولت اوباما گرفت، کلی هم سر و صدا کرد قضیه، اون کجا رفت؟ دولت آمریکا رد بخشی از 1 میلیارد و 700 میلیون دلار پول نقدی را که دولت باراک اوباما دو سال پیش به جمهوری اسلامی ایران داده بود در دست تروریست‌های مورد حمایت ایران پیدا کرده است. ایران این پول‌ها را برای پرداخت به نیروهای اصلی دست نشانده‌اش، حزب الله لبنان، نیروی قدس سپاه پاسداران استفاده کرده است که اطلاعات پنهانی ده نشان می‌دهد که این پول بخشی از یک مصالحه بر سر بازگرداندن پیش پرداخت ایران با آمریکا برای خریدهای تسلیحاتی پیش از انقلاب بوده است، پیش از انقلاب 57. رد این پول به شورشیان حوثی که میکوشند قدرت را در یمن در دست بگیرند هم رسیده است. پاراگراف آخر سند محرمانه رو توجه بفرمایید. پاراگراف آخر سند گزارش بررسی منابع مالی طرح‌های توسعه میدان قاضی پارس جنوبی. خب در پاراگراف آخر نوشته است، میگن اینترنت هنگ کرده نمیتونن نشون بدن. حالا دیدین دیگه، میتونین بریم ببینین کلش نشون دادن. به هر حال من فقط پاراگراف آخر رو بخوام براتون بخونم که نوشته است جیم، بله خوشبختانه از هنگ در اومد، ببخشید. در خصوص ایجاد تمهیدات لازم جهت برون رفت از شرایط تحمیلی طرح‌های جدید 18 بهمن ماه مقرر گردید شرکت‌های سپانیر، یعنی سپاه، و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران بحث فروش نفت خام را از طریق ایجاد بسترهای لازم در اسرع وقت پیگیری و نتیجه جهت انجام اقدامات بعدی در جلسه آتی گزارش شود. کل فروش نفت خام دست سپانیر سپاه و تأسیسات دریایی اطلاعات